نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 12 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با جایگاه شورا در احکام و تکالیف با اشاره به آیه 40 سوره یوسف که حکم کردن مخصوص هیچ کس جز خدا نیست فرمودند: این در این آیه شریفه نافی است و بدان معناست که جز خدای متعال کسی نمیتواند حکم و تکلیف صادر کند، لذا شورا در احکام و تکالیف جایی ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند: جایگاه شورا در موضوعات میباشد همان گونه که در روایات و تفاسیر هم ذکر شده است و در این حال این مسئله علمی است. ایشان همچنین تاکید فرمودند: هرگاه در موضوعات اختلافی پیش آمد، مراجعه به شورا و استفاده از مشورت جمعی بلا اشکال است، اما در شورا نمیتوان حکم و تکلیف معین نمود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، بله بله، همین، نه ببین بله، اما همون که تو داره تو روایات اونجور داره، مفوض داره، تو همون فرمایش های معصومین داره لا جبر ولا تفویض، یعنی تفویض مطلق نی، تفویض مقیده، همجور که جبر مطلق نی، اما جبر مقید هست. تفویض مطلق را نفی کردن، یعنی به نتیجه اوعیت و مشیت الله هستن اینا. اینا صندوق و ظرف اراده خدا هستن. اینجور نیه یه چیزی مقابل مشیت خدا باشه. وقت به این معنا بله تفویض درسته، که علامه مجلسی هم مکرر تو بحار، تو غیر بحار، تو یک کتاب مرآت العقول، تو ذهن من همین را میفرماد، غالبا هم همین را فرمودن، تفویض مطلق لا تفویض. چرا؟ 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 ببینید؟ ان الله ادب نبیه و ادبه ففوض الیه. اما تفویض، چون اینا اوعیت و مشیت الله هستن، میدونن خدا کجا قبول داره، لا یشفعون الا لمن ارتضا. تفویض هست به کسی غیر از این 14 معصوم، این تفویض نشده، این مقام بلندیه. یعنی ببخشید، مثل یک مرجع تقلیدی میمونه که به وکیلش پول میده، میگه به حوزه بده، وقت اما تعیین نمیکنه به کی چقدر بده، فقط این وکیله میدونه که این آقا نسبت به سیدان، نسبت به شیخان، نسبت به درس خارجیان، نسبت به اینا نظرش چیه، طبق اون عمل میکنه. هم تفویض بهش شده، تعیین برش نشده، هم چون میدونه همون اوعیت و مشیت الله نسبت بهشون. خلاصه یه چیز جمع بین این ادله است. بله.